دونالد ترامپ نامزد مفروض جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه رسما معاون خود را برای ورود به کاخ سفید اعلام می‌کند. در اردوگاه دموکرات‌ها هم هیلاری کلینتون در سخنرانی انتخاباتیش به اصلاحات در سیستم قضایی و کنترل خرید و فروش اسلحه پرداخت. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد. 4 روز به برگزاری کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه که طی آن نامزد این حزب برای ورود به انتخابات سراسری معرفی می شود باقی مانده است. آقای ترامپ نامزد جنجالی این حزب اعلام کرده که فردا معاون خود را برای ورود به کاخ سفید اعلام خواهد کرد. فهرست نهایی شامل نام 3 الی 4 نفر است، ولی من عملا روی 2 نام متمرکز هستم. The next president of the United States of America, Donald J. Trump. فرماندار ایالت ایندیانا مایک پنس، فرماندار ایالت نیوجرسی و یکی از رقبای پیشین آقای ترامپ در مسیر راهیابی به کاخ سفید کریس کریستی و نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا افرادی هستند که از آنها به عنوان راهیافتگان به فهرست نهایی آقای ترامپ نام برده می شود. بنا به گفته پلیس شهر کلیولند که از 28 تا آخر تیر ماه میزبان این کنوانسیون است، حدود 50,000 تن با هدف حضور و پوشش این نشست به این شهر سرازیر خواهند شد. مقامات امنیتی این شهر در سایه حوادث شهر دالاس تکساس و دیگر حملات احتمالی سطح حفاظتی این شهر را شدیداً افزایش دادند. آقای ترامپ در انواع موضع‌گیری‌های جنجالی‌اش اعلام کرده بود که در صورت ورود به کاخ سفید اجازه استفاده از روش خفگی مصنوعی واتر بوردینگ برای بازجویی از تروریست‌ها را صادر خواهد کرد. روز گذشته رئیس سازمان سیا که منصوب رئیس جمهوری است اعلام کرد که اگر رئیس جمهور آینده از او خواستار اجرای چنین تکنیکی شود از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. روز گذشته شاخص بورس نیویورک در حالی که اوایل صبح رشد کرد اما سپس رو به افول گذاشت. به گفته گربر کاواساکی کارشناس بورس این مسئله 2 دلیل دارد، یکی ناشی از معادلات بازار و دیگری مربوط به نامزد ریاست جمهوری آقای ترامپ است. به نظرم با نزدیک شدن انتخابات شاخص بازار با دشواری بیشتری رشد می‌کند و این وضعیت تا زمانی که بازار از عدم انتخاب ترامپ مطمئن شود ادامه می‌یابد. از سوی دیگر خانم کلینتون نامزد مفروض انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات گفت که کشورش به مشکل تبعیض نژادی مبتلا است و برای اجرای آن باید اصلاحات در سیستم قضایی صورت گیرد. به اذعان کرد که برخی از سخنرانی‌هایش به حل مشکلات موجود کمک نکرده است. من نمیتوانم در برابر شما بایستم و ادعا کنم که سخنانم و اقداماتم برخی اوقات به شکاف حزبی در کشور منجر نشده است و این مسئله از پیشرفت کشور ممانعت به عمل آورده است. بنابراین اذعان دارم که باید کار بهتری انجام دهم. کنوانسیون ملی حزب دموکرات از 4 تا 7 مرداد ماه در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا برگزار می شود. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.